دنبال ابراز نگرانی مقام های حکومتی نسبت به همزمانی سالگرد محسا و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با بازگشایی دانشگاه ها و مدارس مهدی گلشنی مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران از انجام مکاتبه برای مجازی شدن فعالیت دانشگاه ها تا ده ماه خبر داد همزمان دستگاه های امنیتی موج احزارهای تلفنی دانشجویان را آغاز کردند این مقام شهرداری تهران البته دلیل چنین مکاتباتی رو کاستن از بار ترافیک پایتخت و روانسازی ترافیک عنوان رو کرده و گفته در حال رایزنی مکاتبه و طی فرایند کارشناسیم که از آموزش عالی بخوایم در راستای کاهش ترافیک پایتخت در روز اول مهما فعالیت دانشگاه ها مجازی باشه مهدی گلشنی گفته که هنوز مجازی شدن فعالیت دانشگاه ها تا دهم مهما قطعی نشده و این پیشنهاد شهرداری تهران در حال مکاتبه است و تا پایان شهریور ماه هم هنوز مدت زمانی باقیه اما شهرداری امیدواره که این تمهیدات اجرایی بشه. موضوع مجازی کردن فعالیت دانشگاه تا دهه مهر ماه در حالی مطرح شده که مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاه ها سی تیر پیش بینی هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات مردمی میتونه از دانشگاه باشه. از سوی دیگر نهاد نمایندگی خامنه در دانشگاه با همکاری دستگاه امنیتی و همچنین بسیج دانشجویی و بسیج اساتید در حال اجرای طرحی با عنوان طرح حامیم دو با هدف شبکه سازی و سازماندهی دانشجویان حامی حکومت در دانشگاه های سراسر کشور هستند این طرح غیر از طرح ولایته که همچنین در سطوح سازمان های نظامی و امنیتی و همچنین در دانشگاه ها برگزار میشه مقام های نهاد نمایندگی خامنه در دانشگاه ها تاکید دارند که طرح حامیم دو با هدف بصیرت افزایی و پاسخ به شبهات دانشجویان حامی حکومت از یک سو با استفاده از اونها برای مقابله با ترفندهای دشمن و فعالیت به صورت شبکه ای در دو سطح استانی و سراسری در حال اجرا است. دانشگاه در ایران پس از مرگ محسا امینی حین بازداشت توسط گشته شد و از اولین کانونهای اعتراضی بودند و پس از سردودن شعار زن زندگی آزادی در مراسم خاک محسا امینی در سقیز و سپس سنندج یکی از اولین تجمعاتی تهران که این شهر سرداده شد در تجمع دانشجویان معترض دانشگاه تهران بود. علاوه بر این صدها تن از دانشجویان معترض و همچنین دانشجویی که تن به حجاب اجباری نمیدهند از سوی نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه با احکام غذایی و انضباطی تعلیق از تحصیل محرومیت از خدمات دانشگاهی و اخراج مواجهند مجموع فعالان حقوق بشر در اعتراضات زن زندگی آزادی دست کم در بیش از 140 دانشگاه بزرگ به طور مکرر تجمعهای اعتراضی برگزار شد و بیش از 750 دانشجو به خاطر شرکت در اعتراضات برای مدتی بازداشت شدند و تعدادی از آنها با احکام سنگین زندان مواجه شدند. میخوای با پرچم ابوالفرض بی دست و پای گواده آقا ابوالفرض و حسین اینا آقا سر یک کس جنگشون افتاده گیتون منو خدا ریدم تو قبر پدراتون ای شاشدم تو شیر مادراتون آقا یه زنی هست اسمش هرینب هرینب داستان حسین با هرینه بخونیم ای گواتا ای بی آموسا ای کسکشا یزید پسر آموی حسینه پدرهاشون برادرن ای کیر خر تو کس خار مادرتون یه فامیلن جنگشون سر قنیمت ما سر خاک ماه سر زمین ماه او یه کس وای بی شرف مادر کسو نمیتونم میتونی نمیفهمی من میدونم که تو نمیفهمی ولی من میخوام این ای دلمو های دلم به شما خالی کرده باشم بعد تو؟ یا تو لشکر حسینی یا تو لشکر یزیدی خب بعد من بگم کسکش تو به دن آقا چرا تو این میکنه خب کسکشی به گردنم کسکشی تو وقتی که یه حقیقتی دیدی و به ایمان وردی چوبم تو کونت بکنن مادر کونی دیگه نبا بری به سمت دروغ ده گواد آقا دیوی ساله دیوی ساله که همین آدم فروش ها همین بیناموس همین زیر پرچم استبداد رفت ها ما آقا خامنه نشسته تو هزار تا سوراخ وزیر خارجه ایران تنها سه روز پس از اون که در ژاپن مدعی عدم ارسال پهپاد به روسیه شد در آفریقای جنوبی گفت که روسیه قول داده از تسلیحات ارسالی تهران به این کشور در جنگ اوکراین استفاده نکنه. ارسال صدها پهپاد ایرانی به روسیه تنها چند ماه بعد از آغاز تهاجم نظامی کرملین به اوکراین در صدر اخبار قرار گرفت. ایران تا ماها تحویل پهپاد انتحاری نوع شاهد به روسیه رو انکار میکرد تا اینکه حسین امیر عبداللهیان وزیر النگ خارجه در آبان ماه پارسال در پی ارائه شواهد فراوان از طرف نهادهای غربی نهایتا تحویل پهپاد به روسیه را رو تایید کرد اما مدعی شد جمهوری اسلامی قبل از جنگ اوکراین و تنها به صورت محدود پهپادهاش را رو تحویل روسیه داده مقامات اوکراین جمهوری اسلامی را به دروغگویی متهم کرده و گفتند تا کنون صدها پهپاد شاهد را ساقط کردند با این حال عبداللهیان هفته قبل در سفر به ژاپن با این ادعا که ما هیچ پهپادی را برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار ندادیم گفته بود اوکراین هنوز مدرکی از استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران به تهران ارائه نکرده متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه همون روز تو یک نشست خبری به اراجیف حسین امیر عبداللهیان واکنش نشون داد و پرسید که آیا جمهوری اسلامی شواهدی فراتر از پهپاد ساقط شده ای که قطعات ساخت ایران رو داره میخواد آژانس دفاع ملی آمریکا هفته گذشته نمایشگاهی را از پهپادهای ایرانی به کار رفته در جنگ روسیه علیه اوکراین برپا کرد اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا و کانادا تا کنون چندین دور تحریم علیه جمهوری اسلامی به خاطر ارسال پهپادهای انتحالی به روسیه برای هدف قرار دادن مناطق مسکونی و زیرساختهای غیر نظامی اوکراین اعمال کردند. در محافل سیاسی داخلی ایران هم طی ماهای گذشته انتقاد از طبعات ارسال پهپادها به روسیه گسترده بوده. با این حال امیر عبداللهیان در پانزدهمین نشست کمیسیون همکاری های ایران و آفریقای جنوبی گفت که جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین در کنار هیچ یک از طرفین برای تداوم جنگ نبوده و نیست. اون اضافه کرد مقامات روسیه به ما اطمینان دادن که در چارچوب همکاری‌های های دفاعی موجود هیچگاه از تجهیزات ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده نکرده و نخواهند کرد. ادعای عدم حمایت ایران از طرفین جنگ اوکراین در حالی که علی خامنه‌ای دیکتاتور رهبر کثیف جمهوری اسلامی در دیدار خود پارسال با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابتکار عمل مسکو در جنگ اوکراین را ستوده و گفته بود در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می شد. اون با حمایت از حمله روسیه به اوکراین گفت اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حتی مرزی نمی شناسد و اگر جلو آن در اوکراین گرفته نمی شد مدتی بعد به بهانه کریمه همین جنگ را به راه میانداخت.» روسیه در سال 2014